چه کسی پشت انفجار خونین کابل بود؟ در انفجار خونین مدرسه دخترانه در کابل بیش از 60 نفر که عمدتاً از دانش آموزان معصوم بودند قربانی بنیادگرایی دینی شدند. صحنه‌های غم‌انگیز از وسایل به جا مانده از دانش آموزان جانباخته مدرسه سیدالشهدای کابل یادآور صحنه‌های دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه جنایتکار در تهران است. از کفش‌های به جا مانده تا کتاب‌های به خون آغشته دختران دانش آموز، چه کسی پشت این انفجارهای جنایتکارانه است؟ روز دوشنبه 20 اردیبهشت آقای شاهپور حسنزوی نماینده پارلمان افغانستان گفت که انفجارها در مدرسه سیدالشهدا در غرب کابل کار رژیم ایران است. اما در ورای این همه وحشیگری و زنستیزی، نسل نو به آینده امیدوار است. این را میتوان از شعری که زهرا علیزاده دانش آموز جانباخته این مدرسه بر صفحه اول کتاب خود نوشته است فهمید. حتی روزگار من میل به طعم باران را از من گرفت، اما من شبنم به شبنم از دعای عجیب آب به کشف بی پایان دریا رسیدم. پس زنده باد امید.